و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا زهرا میگه صلوات رو جریتر ختم بفرمایید. موضوع بحث ما رسید به این که چرا گناه میکنیم و یا چه کنیم که گناه نکنیم. دیشب در رابطه با چرا گناه میکنیم یک مطلب بسیار مهم رو خدمت جوانای عزیز و بزرگوار تقدیم کردیم. گفتیم علت تامه و علت العلل گناه ما بی ایمانی است، اما نه بی ایمانی که شما فکر کنید بگی ما ایمان به خدا ندارید، نه، هر چیزی برای خودش ایمان خودشون میخواد، هر چیزی. همینطور که گوش وقتی ضعیف میشه سمعک میگذارن، چشم وقتی ضعیف شد عینک میگذارن، پا وقتی ضعیف شد عصا دست میگیرن، وقتی انسان در مرحله ای ضعف احساس کرد در همون مرحله خودش رو قوت میده، ایمان در هر قسمتی لازمه. خیلی ها ایمان به خدا دارن هیچ مشکلی هم ندارن. وقتی هم بهشون بگیم نظرت درباره پروردگار چیه، میگه لا اله الا الله، همونی که قرآن میگه. وقتی میگیم نظرت درباره قرآن چیه، میگه عالی ترین کتاب آسمانی است. میبوسه قرآن رو، استخاره هم قبول داره و پاش هم جلو قرآن دراز نمی کنه. وقتی هم میخواد قرآن بخونه پاشو دراز نمی کنه، قشنگ جمع میکنه با وضو، همه اینا درست. اسم پیغمبر که میاد صلوات بر محمد خط میکنه. وقتی نسبت به خواسته هاش آدم توجه میکنه، میبینه تا میگیم کربلا یه آه میکشه، میگیم ها دلت میخواد بری نجف، میگه کدوم دیوونه یه که نخواد. ببین آه مدینه و مکه، آخ آخ ما که قابل نیستیم. پس ایمون به همه اینا داره، پس چه گناه میکنه؟ گفتیم ایمان ندارد، یعنی ایمان به بدی گناه ندارد. اگر کسی بخواد گناه نکنه باید این گناه رو بفهمه یعنی چی. ایمان ندارد به این که بابا این شیطونا رفیق خوبی نیست. شیطان سه تا کار میکنه بعدم تموم میکنه قصه رو. خانم بچه رو ساکت کن تا ببینیم چی کار باید بکنیم. شیطان سه تا کار میکنه: یک پیشوری، دو تیشوری، سه ریشوری. یعنی چی؟ دیگه از الفاظ قلمبه سلمبه استفاده نکردم ها. و قال دانشمند علیه السلام پیشوری پیشتازت میکنه، مثل همین پست پیشتازا، میگه بکش پا من، برو پا من. شیطونا جرأت گناه بد میده. پیشوری یعنی قوه گناه رو میشکنه، جرأت معصیت بد میده، کاریت میکنه که آدم بکشی نترسی، کاریت میکنه با آبروی مردم بازی بکنی نلرزی، خیلی حرفا، کاریت میکنه فتنه به پا بکنی نه هراسی. اینو میگن پیشوری. سینه ده بدی جلو، غلام حلقه به گوش شیطون باشی.
وقتی تیشه‌وری کردی وقت تیشه‌وری میکنه، همچین تیشه میزنه به درخت اخلاق دینت، چنان تیشه میزنه به درخت اصول اعتقادیت، چنان شاخ و برگهای ادب و شعور و تقوای آدمو میزنه، قلم میکنه و میره جلو. وقتی شاخ آلو زد تیشه وری کرد، اون وقت کم کم سراغ چی میاد؟ ریشه. اصلا ریشه دین رو از وجودت میکشه بیرون. یا آدم لاابالیه، بی تفاوته، منکر به دین و به همه چیزت میکنه. اون وقت بوم بر میداره میره تو حرم امام رضا و در انفجار بوم لذت میبرد کنار حرم امن خدا، زائرای معصوم امام رضا رو تکه تکه میکنه، خوشحاله. میاد بوم حمل میکنه، آیت الله صدوقی رو بغل میکنه، یک استوانه بزرگ علمی و اخلاقی را، و به کشتن او افتخار میکنه. میاد بوم هم میکنه آیت الله شهید دست غیب رو که تندیس اخلاص بوده، الله اکبر، که من فکر نکنم تو شهدای محراب با وجودی که همشون عزیز ما بودند و هستند با عظمت‌تر شهید دستقه به عقیده من شهیدی باشه. نمیدونید چه کرده شهید دستقه. شهید صدوقی خیلی عزیز بود، نور چشم همه ما بود، اقتدار شهید صدوقی رو همه قبول دارن. بعد از حضرت امام در موقعی که میخواست انقلاب بشه، انقلاب در کشور به دست شهید صدوقی بود، همه اینا درست. اما شهید دستقه با آدم وقتی میره تو زندگیش، کتابهاش، حضورش در بین نسل جوان، با نوشتاش، با سخنرانیاش، با مسائل اخلاقیش، قیامت کرده شهید دستقیب رو، که اگر یک نفر بگن از شهید دستقیب دل آزرده شده باشه، نیست. این پیرمرد آزارش به یک مورچه نرسیده بود که بابا زرتشتیا، یهودیای شیراز، ارمنیا برای شهید دستقیب گریه میکردن، میگفتن ما وقتی مشکل داشتیم به این استاد اخلاق پناه میبردیم. اونقدر آدم بیاد کثیف بشه که یک اسوه تقوا رو تکه تکش بکنه که تیکه های گوشت بدنش رو پشت بومای مردم برن جمع بکنن، اینا میگن ریشه وری. ببین ریشه وقتی خشکیده شد اینجوری میشه. اگر کسی ایمان داشته باشد به کثیف بودن شیطان، به لعین بودن ابلیس، به پست بودن گناه، نمی کنه. همین ایمانی که آدم به آتش داره جلو نمیره، ایمانی که به خبث کثافات داره نمیخوره، نمیره جلو. ایمان دارد به پردگاه، ایمان دارد به برق، ایمان دارد به چیزایی که مهلک و کشنده است، نمیره جلو. ایمان دارد. من گاهی وقتا میرم تو بعض از کارگاه های صنعتی، میبینم جوان ها دارن مثلا با فلان دستگاهی که قطع کننده هم داره، مثلا حالت گیوتینی داره، مثلا اشیای فلزی رو قطع میکنه، چه میدونم تیغه داره، ببینیم شیشدونگ حواس جمعه، مبادا این عرضه دستش بگیره. من همیشه بهشون میگم، میگم حضرت عباسی بینی و بین الله، به همین اندازه که تو از عرضه میترسی از گناه هم میترسی، به همین اندازه که از تیغ فلان دستگاه میترسی که میگه اگه پرش بگیره قطع میکنه انگشتا رو، قطع میکنه دست رو، به همین اندازه از معصیت میترسی؟ نه، اگه میترسیدیم که آلوده نمیشدیم با گناه. این بحث دیشب ماست که چرا گناه میکنیم.